درود خدمت دوستان و همراهان گرامی. میخکوب باروتی والتی رو داریم. مشکل این دستگاه این بوده که دستگاه وقتی شلیک میکردن این دستگاه ضعیف بود، حتی پیچ تنظیمش هم روی آخر میذاشتن باز دستگاه ضعیف شلیک میکرد و میخو تا انتها نمیزد. خب من دستگاه رو باز کردم و دستگاه رو سرویس کردم و ایرادش رو رفع کردم و در آخر ویدیو ایرادش رو عرض میکنم. به این دلیل عرض میکنم آخر ویدیو، اینکه من همیشه توی ویدیوهایی که داریم تولید میکنیم در مورد این تعمیرات ابزار خیلی تاکید میکنم به دونستن مکانیزم کارکرد اون قطعات، اون ابزارها و قطعاتشون. یعنی ما اگر مکانیزم کارکرد یک ابزاری رو بدونیم به راحتی میتونیم اون ابزار رو عیب‌یابی کنیم و به راحتی اون رو تعمیرش کنیم بدون اینکه آزمون خطایی بخوایم انجام بدیم. و دقیقاً این مسئله هم در مورد این دستگاه هم حکمفرما هستش. خب ما میخواییم تو این ویدیو مکانیزم سیستم شلیک این دستگاه رو با هم بررسی کنیم، ببینیم چطور این اتفاق میفته. اول بریم سراغ قطعات این دستگاه. این پوسته ای دستگاه است که به این صورت اینجا قرار میگیره و یه دونه سیلند داریم به این شکل. دو تا شیار داره که برای تخلیه گاز باروت انفجاری هستش. یه پین ثابت داره اینجا. این پین یه کار خیلی مهمی انجام میده و میتونه یکی از ایرادات این دستگاه هم باشه. و این پین یه ساختاری داره به این صورت، یه حالت صافی هست که به این صورت تراش خورده هستش. روی این پوسته ما سه تا سوراخ داریم. روی قسمت انتهایش یه سوراخ که مرکزشه اون هیچ، یه سوراخ به این صورت اینجا این که مرکزش هستش، به این صورت محل عبور این سوزن هستش، سوزنی هست که پشتش قرار میگیره. این سوراخ که دارای قطر بزرگتری هست مربوط میشه به این پین، پین سیلندر، پینی که روی سیلندر ثابت هستش. یه همچین پینی هم، یه سوراخ دیگه هم داریم که یه همچین پینی داریم به این شکل، یه طرفش بزرگتره، به این صورت اینجا قرار میگیره و باز این پین هم یه کار خیلی مهمی انجام میده، یه نقش مهمی توی سیستم شلیک این دستگاه داره. این دوتا رو باید توجه داشته باشیم، دوتا کار خیلی مهمی انجام میدن. در ادامه میگیم نقششون چی هستش. و یه دونه سنبه داریم که به این صورت داخل این قرار میگیره، یه رینگی دورش داره و توی این محفظه تنظیم میشه، به این صورت قرار. یه نکته ای را توجه کنیم، همین اول ویدیو بهش اشاره کنم. ببینید این پین وقتی اینجا قرار میگیره این پین تعیین میکنه که این سنبه چقدر داخل این بخواد بازی کنه. این نکته را داشته باشید برای ادامه. خب و در ادامه یه همچین سوزنی داریم که به این شکل میچرخه، لبه هایی داره به این شکل با این ساختار و اینجا قرار میگیره به این صورت. و یه فنری داریم که پشت این قرار میگیره و این قطعات که به این صورت دقیقاً به این شکل به این ساختار اینجا قرار میگیره. خب سراغ سایر چیدمان قطعاتش بریم. دو تا همچین قطعی داریم که به صورت مرکب با هم ترکیب یک قطعه رو میدن، یکیش پلاستیکی و یکیش هم فولادی هستش، به این صورت به این شکل. این فنر هم به این صورت اینجا قرار میگیره، یه مقدار زومش کنم و میاد به این صورت توی این شیار. ببخشید برعکس شد زدم، نه درست بود، درسته ولی به این شکل، به این صورت درست شد زده بودم، به این شکل اینجا قرار میگیره، میاد داخل این شیار قرار میگیره، یه پیچی هست میاد از داخل این دوتا عبور میکنه و اینو به این صورت اینجا نگه میداره. خب دقیقا اینجا به این صورت. مجددن یه قمچه قطعه دیگه داریم که میاد اینجا قرار میگیره و وقتی ما این ماشه رو فشار میدیم به این صورت این که میاد بالا، این لبهه میاد
اینو هول میده عقب، اینجا دقیقا مثل همین توجه داشته باشی، میاد اینو هول میده عقب و اینو هول میده به سمت بالا و اون عملیات شلیک انجام میشه. خب ما رو بذارم چنار. خب ما اینو جا میزنیم افر. نه جا میزنیم به این صورت. خب در حالت عادی ببینید ما وقتی اینو فشار میدم هیچ شلیکی صورت نمیگیره، ولی وقتی اینو من دارم فشار میدم ببینید شلیک صورت میگیره. فقط توجه داشته باشیم به هیچ وجه موقعی که اینجا چاشنی هست این کار انجام ندید. خب من حالا دارم چاشنیاشو برداشتم و مطمئنم هستم و حالا میخوام ببینیم چه اتفاقی میفته. ببین در حالت عادی این به این صورت موقعی که ما اینو به این شکل فشار میدادیم شلیک صورت نمیگرفت. ببینید این پیستون دقیقا روی لبه این پوسته قرار داشت، دقیقا به این صورت اینجا قرار داشت. وقتی اینجا قرار میگیره ببینید این پین رو توجه داشته باشید، این پین هم دقیقا اینجا قرار گرفت. خب و این سوزن هم به این صورت اینجا قرار گرفته. خب اینو برگردونیم بریم سراغ این قطعه. ببین در حالت عادی این قطعه به این شکل اینجا قرار گرفته. خب در حالت عادی ببینیم ما اگه اینو بخوایم شلیک کنیم این میاد بالا. ببینید هیچ اتفاقی اینجا نمیفته. حالا گفتیم برای شلیک ما باید اینو فشار بدیم به این صورت، باید اینو فشار بدیم. وقتی فشار میدیم این سیلند میره عقب، وقتی بره عقب این پینی که انتهای سیلند بوده این پین هم میاد عقب. وقتی میاد عقب این لبه پین پیستون ببخشید سوزن رو هول میده و سوزن هم میاد بیرون و البته پشت یه فنری هست که خیلی هم قوی هستش. خب برگردیم اینور. به این صورت گفتیم یک همچین قطعه داریم اینجا. خب حالا این سوزن تو انتها قرار گرفت، ما اینو شلیک کنیم ببینید این میاد بالا. وقتی بیاد بالا این پینو به این صورت میچرخونه اینور. وقتی به چرخونه اینور برگردیم اینور ببینید این پینی که اینجا بوده پشت این و این نیروی فنری که اینو داشته هول میداده جلو این میچرخه اینور، حالا آزاد شده. نیروی فنر اینو به سرعت هول میده جلو. وقتی هول بده جلو به این صورت توجه کنید، از اینجا از اینجا از این سوراخ از این سوراخ میزنه بیرون و میاد برخورد میکنه به این چاشنی ها. به این صورت اینجا قرار گرفته دیگه به این شکل و به این صورت پشت این قرار گرفته. خب میاد برخورد میکنه به این چاشنی و منفجر میشه و با انفجار این انرژی که آزاد میشه، گاز و باروت انرژی که آزاد میکنه باعث میشه که این سنبه رو هل بده جلو و این میخی که سر این هست اینو شلیک کنه به بتون یا دیوار. اما ما اینجا یه دونه همچین پیچی داریم که میاد شدت این ضربه رو مشخص میکنه که این دستگاه ما چقدر شدت ضربه داشته باشه. وقتی اینو به سمت پایین داریم میچرخونیم مثبت، یعنی شدت ضربه بالاست، به سمت بالا شدت ضربه کمه. خب وقتی به سمت پایین اینو میچرخونیم یک اهرمی که اینجا داره اهرمه داره برمیگرده عقب، وقتی میخوایم کم کنیم اهرمه برمیگرده به سمت جلو. به این صورت اهرم میاد عقب. وقتی اهرم توی این همچین حالتی قرار میگیره بالاترین شدت ضربه رو داریم، وقتی میاد اینجا قرار میگیره پایینترین شدت ضربه داریم. بیایید سراغ این قطعه‌ای که اول ویدیو بهش اشاره کردیم. ما گفتیم این به این صورت هست اینجا. از اینجا اینو وقتی جا بزنیم از این کوچیکه به این صورت جا میزنیم. حالا اینجا یه توضیح بدم. خب ببینید این گفتیم مشخص میکنه، این پین مشخص میکنه این سنبه
چقدر بیاد عقب یا جلو. خب میزان بازی این گفتین حدود این زاویه هستش، این محدوده، این محدوده دقیقا اندازه همین هستش. ببینید این، یعنی بیشترین حالتی که این به این صورت داره، این پین به این صورت داره، اینجا هست. تو چنین موقعی این دقیقا میاد اینجا قرار میگیره، این زیر این اینجا مشخصه، میاد اینجا قرار میگیره. وقتی ما اینو فشار میدیم میاد آخر تا انتها، در کمترین حالتش هم که به این صورت میاد اینجا قرار میگیره، اینجا اینجا قرار میگیره به این صورت. خب بیان بررسی کنیم الان موقعی که اینجا قرار گرفته، ببینید این از پشت داره به این سنبه داره فشار میاره دیگه. موقعی که اینجا قرار میگیره ببینید این دقیقا داره به اینجا فشار میاره. موقعی که اینجا قرار گرفته به این صورت، این سنبه تو همچین فضای قرار گرفته. توجه داشته باشیم فضای انفجار اینقدر این حجمو داره، ولی وقتی اینو داریم فشار میدیم جلو، این میاد اینجا قرار میگیره. در بیشترین حالتی که داره میاد جلو، فضای انفجار اینقدر هست. در حالت اول که فضای انفجار اینقدر هستش، خب فضای کمتری داریم. وقتی باروت اینجا منفجر میشه، انرژی که آزاد میکنه تو همچین فضایی نیروی بیشتری داره تولید میکنه، پس این با شدت بیشتری میاد جلو. ولی وقتی اینجا آزاد میکنه منفجر میشه، با توجه به این فضایی که اینجا داریم، فضای احتراق یا انفجاری که اینجا داریم، انرژی کمتری به نسبت حالت اول ایجاد میکنه، پس با نیروی کمتری با شدت کمتری میاد جلو. پس به کمک همین فضایی که اینجا داریم ما مشخص میکنیم که این چقدر شدت انفجار داشته باشه، و این کار هم توسط این پین و این اهرمی که اینجا هست صورت میگیره و شدت انفجار رو توی این دستگاه مشخص میکنه. خب حالا ما یک موردی هم گفتیم، ببین گفتیم ما وقتی این دستگاه رو ما داریم شلیک میکنیم، ببینید وقتی فشار میدیم خب شلیک میشه. حالا برای بار دوم میخوایم شلیک کنیم، اینو دیگه ما الان رفته عقب، برای اینکه شلیک بشه باید برگرده عقب. خب یا باید اینجوری اینو بچرخونیم این ور برگردونیم، که حالا دستگاه سرویس شده روونه به راحتی برمیگرده، ولی موقعی که دستگاه سرویس نیست اون گازهای بارود که اونجا منفجر شده این سخت برمیگرده. لازمه که ما اینو خب این الان ببخشید، خب الان اینو میخواییم برگردونیم، این اهرم ما بچرخونیم این برمیگرده عقب به این صورت. چه اتفاقی میفته؟ ببینید اینجا ما یه همچین قطعه‌ای داریم، یک همچین قطعه‌ای داریم به این صورت، این دقیقا میاد اینجا قرار میگیره به این صورت. وقتی ما این اهرم داریم میچرخونیم، این میاد جلو، میاد جلو به این صورت، هول میده اینو جلو، و دقیقا میاد اینو به این صورت هول میده جلو. وقتی هول میده جلو، این میاد جلو، و در واقع این سوزنی که اینجا قرار گرفته بوده و این پینی هم که اینجا بود، ببینید این الان شلیک شده رفته اینجا دیگه. خب این عقبه، وقتی ما اینو بدیم جلو، این که بیاد جلو، این میچرخه دوباره پشت این قرار میگیره، دوباره میاد آماده میشه برای شلیک بعدی. باز این رفت جلو، اینو باز بدیم جلو، و به همین روال آماده میشه برای شلیک بعدی. و فقط میمونه یه نکته دیگه، این که این چاشنی ها، ببینید ما بعد از هر شلیک اینو باز میکنیم، میخوام ایندازیم اینجا مسلح میکنیم، برای شلیک بعدی میره اینو میاریم سر جاش میذاریم، یه دونه اینو میده بالا، این چاشنی رو برای هر شلیک یه دونه اینو میده بالا. این اتفاق هم توسط این قطعه داره صورت میگیره به این صورت، اینجا قرار گرفته به این صورت، اینجا قرار گرفته. البته ویدئوی مونتاژ اینو داره بدون آموزش، بدون توضیح، اونجا میتونید محل قرارگیری اینا رو قشنگ ببینید. ببین به این صورت، به این صورت اینجا قرار گرفته، ببینید به این شکل. خب با هر بار این میاد پایین به این صورت، به این شکل،
این میاد پایین، اینه یه دونه میده بالا، بعد یه بار که خم میکنه میاد پایین، میده بالا، آماده میکنه برای شلیک. خب حالا بیایم سراغ این مشکل این دستگاه که مشکلش چی بوده. این دستگاه شلیکش ضعیف بوده، میخوا به خوبی شلیک نمیکرد، خیلی ضعیف بوده، درجه هم حتی تا آخر میذاشتن به خوبی شلیک نمیکرد. خب من اینه که باز کردم متوجه شدم که این پین، اصلا این پینی که اینجا هست، این پین تا انتها نیومده. خب دستگاه رو بررسی کردم، دیدم این سنبهه تا اینجا میاد، بیشتر از این دیگه نمیره پایین، هر کاری میکنیم این نمیره پایین. باز که کردم دیدم وضعیت داخلش خیلی نامیزونه، گازهایی که گازهای بارودی که اینجا منفجر شده بود، یه رسوب خیلی سفتی اینجا بسته بود و باعث شده بود که یه جرمی ببنده و این اجازه نده بیش از این بره پایین، و به خاطر همین محفظه انفجار بیشتر شده بود و اینجا ما انفجار ضعیفی داشتیم، شدت ضعیفی داشتیم. من اومدم یه همچین سنگایی هستش، اینا به یه بستی و به یه تبدیلی بست کردم، با در شارژی انداختم، قشنگ اینو ساب زدم، با اسپری WD-40 شستم، تمیز کردم و تو تونستم اون جرما رو بردارم و این سنبه رو بتونیم تا انتها بشه تا انتها بره. و حالا دست برای مونتاژ میکنم و در ادامه هم یه تست ازش میگیرم. البته چاشنی ندارم، حالا ببینم اگه چاشنی داشتم یه تستم ازش میگیرم.